شباهنگ خانم لیلی منجمی نویسنده کتاب A Matter of Survival و یا تلاش برای بقا هستند. رمانی که حقیقت و داستان رو در هم آمیخته و زندگی پرفراز و نشیب سه نسل از زنان ایرانی رو برای خواننده ترسیم میکنه. خانم منجمی در رشته‌های رفاه اجتماعی و روانشناسی آموزشی در انگلستان و آمریکا تحصیل کرده. در ایران به عنوان مددکار اجتماعی فعالیت می‌کرد و مدتی نیز در دانشکده علوم انسانی دانشگاه ملی به تدریس زبان انگلیسی مشغول بود. پس از انقلاب خانم منجمی همراه خانواده‌اش ایران را ترک کرد و به استرالیا رفت و به فعالیت در عرصه نشر و مطبوعات مشغول شد. اولین کتاب خانم لیلی منجمی تحت عنوان Blood and Carnations در سال 1993 میلادی در استرالیا منتشر شد و تلاش برای بقا رمان دومشونه که در سال 2010 در لندن انتشار یافت. خانم منجمی به شما سلام میکنم، خیلی ممنون از اینکه در برنامه شباهنگ هستید. خیلی متشکرم که شما من دعوت کردین برای این برنامه. مرسی. خانم منجمی، این داستان شما پیرامون زندگی یک زنه به نام خاتون. میخوام کمی راجع به خاتون بگین. خاتون کی بود و دلیل انتخاب شما از این شخصیت چی بود؟ من میخواستم که اولین زنی که در خانواده قاجاری ثبت شده در تاریخ رو پیدا بکنم و توسط پژوهش‌هایی که کردم به خاتون رسیدم و خاتون اسمی است که من به این خانم دادم و در تاریخ این خانم آمده به عنوان هدیه شاه سلطان حسین صفوی به فتحعلی شاه ببخشید به فتحعلی خان قاجار و این خانم دختر حسین قلی آقای قاجار بود که به خاطر اینه که در اون زمان صلح باشه پادشاه ها از قاجاریه ازدواج میکردن که بهشون کمک بکنه و فتحعلی خان عاشق این خانوم میشه و با هم ازدواج میکنن و این خانوم سه فرزند بهش هدیه میکنه: ممتحسن خان قاجار که پدر آقا محمد خان قاجار بوده، ممتحسن خان که در جوانی در جنگ های نادری کشته میشه، و خدیجه که زن کریم خان زن میشه. و این خدیجه بود که خیلی کمک کرد که آقا محمد خان بتونه از شیراز در زمانی که گروگان کریم خان بود فرار بکنه، هنگامی که اون مرد و درهای شهر رو بستند. و این زن خیلی زن مقتدری بود در خانواده قاجار و اسمش نیامده، ولی آثار زندگیش منعکس شده تو کتاب ها. خانم منجمی، چطور شد که علاقمند شدید که این داستان رو روایت کنید؟ ببینید، من موقعی که کتاب اولم خون و میخک و چاپ کردم در استرالیا، خیلی با مطبوعات با من مصاحبه میکردم و من دیدم که خیلی نظریه اینا نسبت به زن مسلمان و ایرانی خیلی بده. بعد فکر کردم که خب من چرا یک کتاب ننویسم و زن ایرانی رو اونطوری که هست، زن ایرانی مسلمان رو اونطوری که هست به اینا معرفی بکنم. و هی پژوهش کردم که ببینم چیکار کنم چیکار نکنم و در خون کارهایی که میکردم دیدم چقدر زنهای مقتدر در خانواده خودم وجود دارن و گفتم خب اگر من تاریخچه اینا رو به صورت یک داستان خانوادگی بنویسم فاقد هیچ گونه مقصود سیاسی، این خب میتونه به دل مردم بشینه و زن ایرانی رو واسه اون چیزی که هست، خیلی محترم و شجاع و با ایمان و با قدرت، به مردم معرفی بکنم. و خوشبختانه زنایی که بهشون برخوردم در ایل قاجار زنای خیلی لایقی بودن. پس شما خودتون نسبت خانوادگی داشتین، یعنی از نوادگان ناصرالدین شاه قاجار بودی، آیا این دلیلی بوده که شما بیشتر روی زنان قاجار تمرکز کردید در این کتاب؟ والا ما آدم همیشه با راجع به چیزی بنویسه که بهتر بلده و من تصور کردم که چون هم کتاب‌های تاریخی در دسترسم بود و هم مکاتبات خانوادگی داشتم و اون زمانی که شروع کردم نوشتن این کتاب، مادر بزرگم که دختر ناصرالدین شاه بود هنوز زنده بود و من تونستم با تبادل نظرهای اقوامم و پژوهش‌های 7 سالم این کتابو عرضه کنم به خوانندگان
نه به خاطر اینی که من از این خانواده میام، ولی به خاطر اینی که چقدر زنهای ایرانی لایق بودن و پشت شوهراشون بودن و تونستن کمک کنن که شوهراشون به مقامای بالا برسه و در زمانی که شکست میخوردن یا ناراحتی داشتن پشتشون باشن. و من خیلی مفتخرم که یه زن ایرانی هستم و دلم میخواد مردم هم همین برداشت رو از زنهای مسلمون ایرانی داشته باشن. و یه نکته که خارجی ها همیشه فراموش میکنن این است که وقتی میگن زن مسلمون، همه رو میریزن تو یک دونه بخچه، در صورتی که زنها هم تحت تاثیر رولشون، هم تحت تاثیر فرهنگشونه، هم تحت تاثیر مذهبشونه. و یه زن ایرانی و مسلمون رولش خیلی فرق داره در اجتماعش با یه زن مسلمونه که در سعودی عربستان سعودی یا در پاکستان یا افغانستان زندگی میکنه. و ما هم از نظر اسلام به زن خیلی احترام میذاره. اولا که همیشه ما حقوق زن میتونسته که مالک باشه، که سالها زنهای غربی این اختیار رو نداشتن. و زن ایرانی همیشه تا بمیره اسم پدرش روشه و این بهش یک استقلال میده. درسته که غرب یه نظریه بدی از ما داره، ولی زنای ایرانی ثابت کردن در عرض تاریخ که و به خصوص الان که چقدر اینا لایقن و چقدر باهوش و چقدر تحصیل کرده الان. بله خانم منجی، ولی اشاره کردید که خب در این کتاب نشون دادید که زنان با اقتدار و پرنفوذ رو نشون دادید در سه نسل از زنان رو تا انقلاب 57، ولی خب بسیاری از زنان هم بودن که در طول تاریخ صداشون خاموش شده و سرکوب شدن. چطور این زنان میتونن این اقتدار خودشون رو بروز بدن در جامعه مردسالار؟ یعنی تجربه خود شما چی بوده از اطلاعاتی دارید؟ تجربه من این است که همه چی از خود انسان شروع میشه. اگر هر زنی یا هر مردی استقلال فکری داشته باشه، به خودش اعتماد داشته باشه، در هر تلاشی میتونه موفق باشه. و اگر آدم میدونی مثلا شما زن رو میبینین که خودش رو به صورت یه عروسک فرنگی میدونه، خب اون زن طبیعتاً میشه دومی در برابر شوهرش. ولی وقتی یه زنی به خودش احترام میذاره و میدونه که یک فرد مهمه در جامعه، به خصوص میتونه مادر خیلی خوبی باشه، کارگر خیلی خوبی باشه، دکتر خوبی باشه، خواهر خوبی باشه، و زنای ایرانی اغلب هستن. یعنی من تجربه بهم ثابت کرده که واقعا دیواری که پشت مردای موفق هستن در ایران زناشونن. بله خب در این روزهای اخیر، در این چند سال اخیر، به ویژه از زمان بعد از انتخابات، بسیاری از مطبوعات غرب نگاهشون روی زن ایرانی، زنان ایرانی نسل جوان. این کتاب شما زن ایرانی رو، سه نسل زن ایرانی رو تصویر میکنه زندگیشو، یعنی از دوران قاجار تا انقلاب 57. ولی چرا شما نسل انقلاب رو، زندگیشو روایت نکردید؟ چرا اونجا کتاب رو تموم کردید؟ این کتاب اون زمان تموم شد، در این در 2006 تموم شد. ولی شما فراموش نکنین که اون زنایی که تا 2006 در این کتاب میان، اغلبشون مادرای جوانایی هستن که الان ما بهشون افتخار میکنیم. و من شاید بشنم کتاب بعدی رو روی اون نسل بنویسم، حالا که این ایده رو به من دادیم. خانم منجمی، چقدر از این داستان حقیقت داره؟ یعنی چقدرش غیر واقعیه و چقدرش حقیقی؟ والا من مجبور بودم به خاطر کمبود اطلاعات یه مقداری از زندگی خاتون و ماه رخسار رو بسازم. ماه رخسار در تاریخ اومده به عنوان اولین مهدولیا، و ولی اسم این خانومو ضبط نکردن. و ماه رخسار خیلی زن شجاعی بود، برای اینکه شو این خانوم به زن برادر آقا محمد خان قاجار بود و پسری از او داشت به اسم آقا بابا که بعد ما میشناسیمش به اسم فتحعلی شاه. و هنگامی که شوهرش توسط کریم خان زن کشته شد و خاتون این خانومو آورد با خودش زندگی میکرد، و وقتی که کریم آقا محمد خان فرار کرد از شیراز، اولین کار
کاری که کرد آقا محمد خان مجبور کرد که ماه رخسار رو به عقد خودش در بیاره که خان بابا تحت نظر عموش بزرگ بشه که بتونه ولیعهد بشه و این خانم قبول کرد که زن یک خواجه بشه. و بله، پس شما مقداری از این داستان رو خودتون در واقع پروروندین و مقدارش هم در واقع حقیقی بوده. ببینین این انسان ها که تو کتاب میان وجود داشتن، مادر اون انسان های بعدی بودن، ولی اون چیزای کوچولویی که مثلا داستان رو بخواد جالب بکنه رو یه مقدارش من بهش اضافه کردم. بسیار عالی خانم منجبی، متاسفانه وقت ما خیلی اندک هست، یک سوال خیلی کوتاه جواب منو بدین که آیا این کتاب به زبان فارسی هم آیا ترجمه خواهد شد یا خیر؟ امیدوارم یه نفر در ایران انقدر خوشش بیاد که ترجمهش بکنه، برای اینکه این واقعا برای ایرونیا نوشته شده. بله، و میدونم که به صورت ای بوک هم کتابتون رو دارین ارائه میکنین که میتونن روی اینترنت. بله بله، هم آمازون این کتاب رو میفروشه، هم ای بوک الان میفروشه و در انگلستان هم واترستون ها در لندن میفروشن. بله، خیلی ممنون خانم منجمی عزیز، ممنون از حضورتون در برنامه شباهنگ. روز خیلی خوبی داشته باشید در لندن. خیلی متشکرم و امیدوارم که این کتاب یه تغییر عقیده بده به غربیان نسبت به زنای ایرانی که ما واقعا مفتخریم بهشون. مرسی. به خصوص جوونا. مرسی، خواهش میکنم. خانم، ما هم امید.